בשם השם נעשה ונצליח. חודש טוב, ראש חודש טוב, ברוכים הבאים. עומד גאה משבטונים בחובי, בבודוסיית, בעוניית פארק, דור הם דיגי ג'אמבשים, מחסוסן דר הנצ'ין, מקון מוגדסי, מקברי רבי לובוביץ', עומד כי בחובי בזכות תמום סדיקים כדר אינג'ו, חופתה הסנן לשני אחר, חופתגון אחר, خداوند به تمام تفیلای ما به خوبی جواب بده و بتونیم اون نتیجهی که میخواییم رو از تفیلامون از نیتمون به خداوند قبول بکنیم. در تهیلیم داوید هملک میفرماد هزینا الهیم تفیلاتی، خداوند تفیلای من رو گوش کن و از تیت علم میتحیناتی و تحینا و التماس من را ازش چشم پوشی نکن. اگر ما میگیم خداوند تفیلای ما را قبول بکنه، هزینا تفیلاتی، دیگه چرا میگیم از التماس و از تحینای ما چشم پوشی نکن؟ از تیت علم میتحیناتی، چون به خاطر اینکه تفیلا به حالت خودش خداوند رو نسبت به ما جلب میکنه، اما امکان داره ما با التماسمون، با اصرارمون، با تحینامون خداوند رو از خودمون دور بکنیم. بنده میگیم موقعی که ما تفیلای ما رو گوش کردی، خداوند دار تفیلای ما رو قبول کن، ولی نگذار اون التماس ما، حالت دلشوره ما و ترس ما از آینده، ایمان و بیتحون و توکل ما رو نسبت به تو سست و ضعیف بکنه، که تو بگی اینقدر تو به من شک داری که به فردا، به آینده امیدوار نیستی و خودتو در همچین حالت بی امنیتی و ترس میبینیم. امکان داره التماس ما و اصرار ما خداوند رو از ما دور بکنه. در نتیجه میگیم مانند بچه‌ای که گریه میکنه نیمه شب، مادر میاد و میدونه این گریه از روی احتیاج نه از روی آزار، موقع است که بیشتر به اون میرسه. همینطورم میگیم خداوندم ببین که این التماس ما از روی یک حالت احتیاج طبیعی که در ما هست، نه اینکه حسب شالوم ایمان ما یا توکل ما نسبت به تو سست باشه و نتونیم یا نخواهیم قبول داشته باشیم که آینده دست توست. و از خداوند میخواهیم که کمکمون بکنی که بتونیم با شادی، با سیمها، با ترنم به او تفیلا بخونیم، که هم گوش خداوند رو به خودمون جلب میکنیم و هم بیتحان توکل رو در خودمون پدید میاریم. در تهیلیم داوید هملک میگه قوه لشم حزک به همس لیبه خوا، خداوند یا در بنی اسرائیل قوه لشم، به خداوند ایمان داشته باش، تفیلا بخون، حزک به همس لیبه خوا، قلبت رو قوی کن، ایمانت رو قوی بکن، قبل اشم و مجددن به خداوند تفیلا بخون و امیدوار باش. چرا تکرار میکنه؟ مثال میارم مانند کسی که در خونه کسی رو میزنه. موقعی که آدم فکر کنه کسی توی خونه نیست، بار اول یواش میزنه، بار دوم یه ذره محکمتر میزنه که اگر کسی تو زیر زمین جای دورم هست هنوز صدای در ما رو بشنوه. اما کسی که میدونه که یک دانشمندی در این منزل زندگی میکنه که تا از طبقه بالا بخواد به طبقه پایین بیاد تا کتاباشو در کتابخونه بذاره کنار تا بیاد طول میکشه، اون موقع است که ما موقعی که بازه رو میزنیم و از افف یا از اینترکام صدا میاد که دارم میام، دیگه چون خیالمون راحته که کسی تو خونه است و داره میاد، 5 دقیقه 10 دقیقه منتظر میشیم چون شنیدیم که داره میاد منتظر میشیم. متاسفانه التماس و التجا و اصرار و دلشوره ما تو تفیلا خوندن به خاطر اینکه for some reason اینترکام خداوند رو نمیشنویم که خداوند گفت I got you، دارم میام. فکر میکنیم کسی نشنید تفیلای ما رو، محکمتر میخواییم در بزنیم، تو دلشوره میاییم، فکر میکنیم اومدیم اینجا معطل شدیم، وقتمون ویست شده،
الان که اتوبوس بیاد و الی آخر، چون فکر میکنیم بی دلیل داریم در میزنیم، تا اینجا اومدم و کسی نیست، مخصوصا که اگر دیگه پول تاکسی هم داده باشیم بی دلیل قهرمون بگیره، دو بار محکمتر میزنیم به در و میریم. خداوند میگه اگر میای به من تفیلا بخونی محکم در نزن، حزک و مثل بخواه، قلبتو احساستو محکم کن موقعی که میای پیش من، بدون که با التماس و با تفیلایی که میخونی خداوند تفیلای من رو شنید. هزینه های تفیلاتی دیگه بسته به خداونده که در زمان مناسب بخواد اون تفیلا رو برای من عملی بکنه. به هم دلیل از خداوند میخوایم که با همه نقطه ضعفای ما آشنایی داره و میدونه که یه ذره حالت دیر یا زود شدن یک بار امکانه احساسمون، فکرمون، ایمانمون، توکلمون یک مقدار به هم بخوره. میخوایم که خداوند به ما یک فرصتی بده، لیفنه میشورا در دین، از روی حسد، از روی لطف و تفیلای ما رو بذار چه به خوبی قبول بکنه. در این ماه ما ماه چی رو در پیش داریم؟ فردا بذار چه روش خودش آب، روش خودش آب سال روز فوت اهران هکوهنه، همچین روزی ما آدینه روش خودش کیپور کاتام در همچین محل مقدسی جمع شدیم که از خود تمام رفتگان از جمله اهرون هکوهن کمک بگیرید. اهرون هکوهن اوهب شالوم و رودف شالوم بود. بای دی وی اهرون هکوهن پدر بزرگ خانم بنده بود. خانم من کوهنه، جدش اهرون هکوهن. به همین دلیل موقعی که انسان از اهرون هکوهن میخواد کمک بگیره، اهرون هکوهن یه شرایطی داره. شرایطش چیه؟ اهرون هکوهن تنها پیشکشتی که داشت، تنها اسلحه‌ای که داشت برای مبارزه با هر پرابلم و مشکلی شالوم. نه اهرون بلد بود داد بزنه، فریاد بزنه، عصبانی بشه، تحقیر بکنه، تهمت بزنه، نمیدونم هزاران دردسر پدید بیاره، مزاحم تلفنی بشه. تنها چیزی که اهرون بلد بود شالوم، تنها مشکلات رو با چی حل میکرد؟ با شالوم. ما میدونیم که شالوم در واقع یک حالت حوصله و طاقت میخواد. کسی اگر برای شالوم حوصله و طاقت نداره، متاسفانه شالوم رو نمیتونه در زندگی خودش به دست بیاره و استفاده بکنه. اما کسی که شالوم برای سر طاقت داره، حوصله داره، میرسه وای میسه تا زمانی بگذره که بتونه شالوم کمک بکنه، دنبال نتیجه سریع همین امروز و فردا نیست، میبینه که شالوم چطور مانند بتون آرمه چطور پایی زندگیشو صفر کرد. بهم دلیل با دعوا و عصبانیت و خشونت ما داریم فقط داریم از پیچ پلاستیکی استفاده میکنیم که فورا یه چیزی به یه چیزی بچسبه. حالا چقدر دووم میاره معلوم نیست، یه روز یه ماه. ولی کسی که از شالوم میخواد استفاده بکنه با پیچ آهنین داره این موضوع رو صرف میکنه که سالیان سال به خودش افتخار میکنه، میباله. خدا رو شکر اون روز پارسال 10 سال پیش من با سر این موضوع رو حل کردم و هنوز که هنوزه دارم از نتایجش دارم بحث میکنم. در موقعی که پینهاس همچین دلاوری رو به خرج داد، به قنوت قیناتی خداوند دوتا مدال بهش داد. دوتا مدال چی بود؟ یک گفت هشیبت حماتی، تو خشم من رو فرونشوندی. چون تو خشم من رو فرونشوندی، یه مدال دوم بدونم. مدال دوم چیه؟ و ناتت یه بریتی شالوم، اه کابننت، پیمان خودم رو به پینهاس فرزند نوی اهرون داد به نام شالوم. یعنی کسی که شالوم رو تو زندگی دنبال میکنه با خداوند هم پیمان شده، با خداوند شریک شده، دیگه نباید نگران نتیجه باشه. خود خداوند بهترین شریک ما، کارو دیگه جور موقعی که یک نفر میره توی شو، توی نمایشگاه، یک اوردر 10 میلیون دلاری به اون کمپانی میده، ازش میپرسن شما شریکت کیه؟
اگر بگه شریکم ربای بخشیه میگم بیا برو، ولی موقعی که بگن که شریکش بگه من شریکم خداونده یا فلان بیلیونره توی شهره، بدون هیچ دیگه همه چیز در اختیارش میذاره. ما به محض این که بگیم خداوند شریک ماست، میبینیم اصلا مشکلات مانند یه مه، مانند یه ابری از جلوی پای انسان محو شد. ولی چطور؟ باید طاقت داشته باشیم برای شالوم. شالوم کلید جادویی نیست که همین الان فشار بدید بعد همه چی خوب بشه دیگه. من شالوم رو دنبال کردم. کسی که شالوم رو دنبال میکنه در واقع داره با خداوند داره هم پیمان میشه، و کسی که خداوند رو شریک خودش میکنه باید اجازه بده شریکش قدم به قدم جوری که صلاح میدونه موضوع رو به نتیجه برسونه. به هم دلیل اهرون هکوهن چرا زخوت گرفت که جزو خادمین خداوند باشه، درگاه بارگاه درگاه الهی باشه، که هر روز کیپور در روز بخشایش بدون شرفیاب بشه در کدش اکداشیم؟ چون خاطر این که خداوند اهرون رو در طول سال با شالوم ملاقات میکرد. خداوند گفت تو برای من تحمل داشتی، در طول سال تو دنبال من بودی، حالا در روز تاجگذاری، در روز کیپور میتونی تو بیای به دیدار من. کسی که خداوند رو در زندگی خودش با شالوم ریکگنایز بکنه، در زندگی خودش راه بده، خداوندم اون رو به بارگاه خودش راه میده. مثل ویزا پس میگیره که اصلا نباید تو صف هیچ جا وایسه، بدون معطلی جلوی خداوند قرار میگیره، هر تفیلایی که بخونه خداوند قبول میکنه. بنده ما فکر میکنیم خداوند رو ما چجوری تو زندگیمون راه میدیم؟ با شبات، با کشروت، با تفیلین، با سیسید، با میسود. اما اگر همه اینا همراه با شالوم نباشه، خداوند رو موقعی که به شالوم میرسه، حس شالوم، هیچ کاره بدونین، خودمون همه کاره بدونین، منم که تنها میتونم حق خودم رو بگیرم و با هر چنگ و دندونی که شده میخوایم دنبال حق خودمون باشیم، بدون هیچ شرایط برگزاری شالوم، خداوند میگه اگر توی شالوم منو قبول نداری که شریکت باشم، پس چطور میخوای توی تفیلین و سیسیت و شبات و اینا من شریکت باشم؟ فقط انسان با سیسیت و تفیلین با خداوند تو زندگی ارتباط برقرار نمیکنه. اوهب شالوم و رودف شالوم. من میدونیم که تمام دلیلی هم که ما الان 1948 سال، دو سال دیگه میشه 1950 سال، نزدیک به 2000 سال بیت المقدس ما خرابه، به خاطر سیسیت و تفیلین نبود. بهترین سیسیت ها و تفیلین ها رو میبستن، اما تو کنیسا سیسیت و تفیلین میبستن، اما تو جامعه سین اطحینام و دو دستگی و دشمنی و کینه بود. خداوند رو نه اینو قبول دارم نه اونو قبول دارم، هیچ کدوم دیگه مورد تایید خداوند قرار نمیگیره. دقیقا مانند کسی که سفره رنگینی رو برای پادشاه، برای مهمون مهمی میچینه، اما اون گوشه سفره یک موش مرده میذاره. دیگه هر چیزی که روی سفره چیزه دیگه رقبتش آدم نمیشه که بخواد بخوره. توی سالادی فقط لازمه یه پشه پیدا بکنه، تمام ظرف سالاد رو میذارن کنار. اگر انسان بخواد شالوم رو تو زندگی خودش با چنگ و دندون عوض بکنه، با رقابت، با کامپتیشن، خدا ما میگه بقیه چیزی هم که سر سفره گذاشتی و این همه به قول خودت شمر شباد هستی رو، بعضی موقعا یار رایت آدم میخواد صلح رو دنبال بکنه، دیگران نمیگذارن. یار 100% رایت. و اصلا راست شو بخوای تقصیل ما نیست، همیشه تقصیل دیگران، اونا با ما سر دعوا دارن، ما با کسی سر دعوا نداریم، اونم یار رایت. ولی انسان میتونه برای شالوم هم به هشم تفیلا بخونه، بگه هشم کمکم کن که با دوستی، با آسونی، با آرامش، با آسایش، با شالوم بتونم به این موضوع پی ببرم، به این موضوع دست پیدا بکنم، خودت این گزرا رو برطرف بکن. بهم دلیل فرق بین آب گلالود با آب شفاف چیه؟ یه چشمه گلالود، یه چشمه شفاف، فرقشون چیه؟ نمیشه استفاده کرد.
نمیشه استفاده کرد. دیگه چه فرقی داره بین چشمه گلالود چشمه شفاف؟ میشه ته آب و دید، ناخالصی داره. اجازه بدید بیایم یه فرق کلی رو بگیم. یه فرق کلی، چشمه گلالود ما توش رو نمیبینیم، فقط روش رو میبینیم. چشمه شفاف روش رو نمیبینیم، توش رو. کسی که فقط با شالوم میخواد زندگیشو پیش ببره، نمیخواد برای یک تکه سنگ و گلم شده شفافیت زندگیشو، شالوم زندگیشو از دست بده، همیشه عمق مطلب، اسرار، حکمت موضوع رو میبینه. اما کسی که کاری به شفافیت زندگی نداره، کسی که به شالوم نداره، با همه سر دعوا داره، با هر کسی تو شکوه و شکایت و نارضایتی پدید میاره، فقط از لانگ است که این خودش احساس بهتری بکنه، عمق مطلب رو همیشه گم میکنه و همیشه سطح مطلب رو. دیگه اون شفافیت چشمه چون کدر شده، عمق چشمه و محتوای چشمه رو ازش میگیره، دیگه محتوای زندگی رو براش نمیگذاره، همش سطح زندگی رو داره میبینه. اما کسی که شالوم رو همیشه دنبال میکنه، عمق محتوای زندگی رو کیف میکنه. اینکه دو دقیقه با هم دیگه توی چهارراه روی نیمکتی نشسته بودیم، اصل براشون کوالیتیه. اینکه چرا فلان اینجوری حرف زد، چرا اونجوری رفت، دیگه مطرح نیست. اینکه کیف محتوای زندگی رو میکنه. برمیدار خیلی از اشخاص هستن هر روز بلیت لاتاری میخرن، بلیت بخت آزمایی، اما برای یک بارم نمیرن چک کنن آیا ببینن بردن یا نه. چرا؟ چون بخاطر اینکه we don't believe in ourselves، خودمون رو قبول نداریم. شایدم میترسیم اگر ببریم چه کار بکنیم، شب خوابمون نمیبره. مثل اون آقایی که بلیط بخت آزمایی 50 میلیون دلار برد، زن و بچه‌ش کنیم بنده خدا حیفه یه بار قش بکنه اگه بهش بگیم. روانشناسه رو صدا کردم، روانشناسه اومد خیلی قدم به قدم، خیلی آسه آسه، از حاشیه، از بغل سعی کرد برسه به موضوع و بهش گفت ببینم اگر تو بلیت لاتاری ببره 10,000 دلار چیکار میکنی؟ 10,000 دلار برای یه هفته میرم وکیشن. گفت اگر 50,000 دلار ببره چی؟ مادر زن رو میفرستم وکیشن. اگر 10 میلیون ببری چی؟ اصلا کشور ما تغییر میدن. گفت اگر 50 میلیون ببری چی؟ گفت نصفشو میدم به تو. همونجا روانشناسه میفته قش میکنه. به همین دلیل چون ما شاید میترسیم که آیا قبول شدیم یا نه، نمیریم چک بکنیم. ما شالوم رو تو زندگیمون داریم، بلیت بخت آزمایی برنده شالوم رو داریم، اما نمیریم استفاده بکنیم. میترسیم که سرمون کلا بره، فکر کنن این تو سری خوره، فکر کنن این چه آدم حالو و ساده ایه، چقدر این آدم تو سری خوریه، و الی آخر میترسیم از شالوم بلیت برنده شالوم استفاده بکنه، با اینکه میدونیم گنج ها پشت این بلیت برنده هست. فکر میکنیم سرمون کلا میره، ولی اگر خودی نشون ندیم، دادی نزنیم، تشری نکنیم، جنگی به پا نکنیم، دست از سرمون بر نمیدارم. بنده خداوند گفت همه اینا که اطرافت میبینی یه خیمه شبازیه، از بالا داره با تناب همه این عروسک ها تنظیم میشه. اصل این تناب عروسک ها دست منه، تو شالوم رو رعایت بکن، من از بالا تمام تناب ها رو، تمام این عروسک ها رو به نفع تو انجام میدم. یک بار شفافیت موضوع به ما نشون میده اه این عروسکی که یه نخی بشه، این که خودش نیست که. موقع میفهمیم دست هشم پشت تمام این عروسک ها و وقایع زندگیه که با ما هست. اون موقع است که این شفافیت چشمه توی چشمه رو به ما نشون میده، بند و نخ این عروسک ها رو به ما نشون میده. اون موقع است که اصلا بعد دیگه از این عروسک ها ما نمیترسیم، فقط به اون کسی که عروسک ها دستشه که خداونده متوسل میشه. به هم دلیل بیاید در این سه هفته که در پیشه اصلا ابد کاری به سوال این که آیا میشه گوش خورد یا نخورد، میشه اینو خرید یا نخرید نداشته باشیم.
میدونید چقدر من تکس میگیرم که آیا من دارم میرم یه ماشین لیست بکنم، میشه این توی این سفته کرد یا نه؟ نمیدونم تکس میگیرم که یه جا حراج ما چند وقت پیش قرار بوده بریم، حالا اپایمنتمون شده امروز، میتونیم بریم یا نه؟ همون آقا و همون خانومی که داره در مورد خرید ماشین و پرده و اینا روز تیشابهاب و این سفته داره سوال میکنه، اگر پروندشو چک بکنی اضافتا با هزار نفر دیگه یا قهره یا قطع رابطه کرده یا کین ورزه یا چیزی هست، بیایم اونا رو بپرسیم تو این تیشابیاویه، تو این سه هفته یه، تو این نه روزه چطور میتونیم رفع بکنیم و به خوبی تبدیل بکنیم. بیایم ببینیم قرص شالوم، بلیت برنده شالوم رو تو این نه روزه من چطور میتونم قبول بکنم. به هم دلیل از خداوند میخوایم همون روزی که هر روز ما تفیلا میخونیم سیم شالوم تواب راخا، خداوند شالوم قرار بده، بعدش تواب راخا خوبی و برکت میبینیم دنبالش اومد، حیم زندگی سلامتی میاد، حن واخست آبرو و افتخار و احسان و لطف و کمک میاد، و در نهایت میبینیم کلان و کهخا یک باره یک پارچه به اور پانخا به نور خداوند نائل میشیم. اما از چی شروع میشه؟ سیم شالوم، این که آدم قرص شالوم رو بخوره، روسری شالوم رو سر بکنه، جوراب شالوم رو بپوشه، نه کمپانی شالوم، شالوم مردم سر. این که آدم در مورد شالوم فقط جنبه ظاهری نگاه نکنه، جنبه شخصی نگاه کنه. بعضی ها زنگ میزنن آقا چرا نمیگی تو جامعه این همه دشمنی ها رو کنار بذارن فلان بیسار؟ نه لازمه به ربای زنگ میزن در این چی؟ از همه امروز از خودمون شروع بکنیم. من کاری ندارم همسایم با کی قهره با کی دعوار، خودم با کی میتونم شالوم رو بیشتر بکنم. هشم کمک کنه که به صورت هشم بتونیم از این روز مقدس آدینه روش خودش آب آب آلف بد آلف بد یعنی الول با الول اومد، چهار هفته دیگه از امروز سلیخوته سب پنج دونیم صوفیاتو نرکنسه عوض شالوم به ذات هشم الول با داره به ما میگه هشت هفته دیگه ما روششانا، همین امروز روششانا، هشت هفته دیگه تو روششانا هستیم، یادتون نره بلیتاتون رو بخرم که انسه عوض شده. این که آدم بدونه نه هفته دیگه شب کیپوره، آیا ما آماده هستیم؟ بیایم فکر کنیم نه هفته دیگه پسخه، مگه برای پسخ از ده هفته قبل آماده نمیشدیم؟ فکر کنیم کیپور ده هفته دیگه است، نه هفته دیگه است پسخه، فکر کنیم کیپور پسخه، پسخ کیپوره. باور کنید اون آمادگی که پیدا میکنیم برابر با این کار که ده تا پسخ نگه داشتیم. کسی که برای کیپور خودشو آماده میکنه که بعد خودمونو خامس فری بکنیم، از خامس به دور بکنیم. هشم کمک کنه بتونیم از این ایامی که در پیش داریم کمال استفاده رو بکنیم، همه تفیلامون به خوبی برای همه قوم اسرائیل به ذاتم نتیجه بخش بشه، تمام بیماران، تمام مریضان، تمام جوانان به خوبی به سرمنزل مقصود به هدفشون برسن، سلامتی کامل باشه برای تمام پدر مادرها، برای تمام رفتگان نشامات آرزوی آرامش میکنیم، هر کسی که هر کسی رو در قلبش داره، و به ذات که بتونیم همیشه به شادی ها از این همه لطف و بلیت برنده شالوم که خداوند در اختیار ما گذاشته بتونیم استفاده بکنیم.